با سلام گرد همایی شکوهمند، موفق تامیز و شگفت انگیز هفدهم جولای مقاومت، با توجه به حضور بیش از 1000 شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی و ابراز پشتیبانی صمیمانه و قاطعشان از شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، نشان داد که جهان به این مقاومت برای زدودن یکی از جنایتکارترین نظام‌های تاریخ انسان اعتماد دارد و صلاحیت، قابلیت و آمادگی این مقاومت را مورد تأیید قرار می‌دهد و از برنامه و شیوه مبارزاتیش پشتیبانی می‌کند. گرد همایی 17 جولای یک بار دیگر نشان داد که رژیم تبهکار حاکم بر ایران در برابر این نیروی بالنده و گسترده به شدت عاجز و درمانده است و همه توطئه‌ها و ترفندهایش، اعم از تروریستی و تبلیغاتی و جاسوسی و عملیات ایذایی توسط عوامل و مزدوران خارج کشور است، شکست خورده‌اند و جز آشکار شدن بیشتر بی‌آبرویی سودی آیدش نکرده است. این گرد همایی آنقدر بزرگ بود و شگفت انگیز که رژیم هیستریکوار به مقاومت برخورد کرد و همه مزدوران و شخص نفوذی وزارت اطلاعات را که بعد از افشاگری آقای شورک ماهیتش کاملا آشکار شده بود را به میدان فرستاد. مناسب می دانم در این فرصت اشاره مختصر به فاجعه هولناک و تأسف‌بار کرونا در کشورمان بکنم. حاکمیت آخوندی که همواره نشان داده است از حل مسائل و مشکلاتی که وجود منحوس روی کشورمان ریخته عاجز است و برای بیرون رفتن از چنبره‌های درماندگی‌هایش جز شیوه سرکوب و کشتار مردم چاره‌ای نمی‌شناسد، در رابطه با این بیماری نیز در عمل و به طور واقعی همین شیوه ضد انسانی را به کار گرفته است. رئیس جمهور فاسد و بی‌لیاقت رژیم و البته در سایه منحوس خامنه‌ای از آغاز بروز و شیوع بیماری مرگ و میرها را یا انکار کرده و یا با توسل به دروغ و پنهانکاری و تحویل دادن آمارهای ساختگی کوشیده است ابعاد این فاجعه عظیم انسانی در کشورمان را پنهان سازد. این جنایتکار و مجموعه ضد ایرانی همراهش در حقیقت می‌خواهند با همه گیر کردن بیماری بر آن فائق آیند و مسئله را از راه به کشتن دادن مردم ایران برای خودشان حل کنند. آخوند روحانی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش ناگزیر به این اعتراف وحشتناک شد که تاکنون 25 میلیون تن به کرونا مبتلا شده هم. او با صراحت و در اوج وقاحت ابراز کرد که رژیم آخوندی در امر جلوگیری از گسترش بیماری عاجز است. اما ورود مقاومت به این امر مهم از روز اول ورق را برگرداند. به جرأت می توانم بگویم کارزار مقاومت در مورد کرونا در 5 ماه گذشته یکی از بزرگترین و افتخارآمیزترین پروژه های مقاومت است. رهنمود آقای رجوی مسئول شورا و تأکید بر اینکه باید زندگی کارگران و زحمتکشان از محل صدها میلیارد اموال به سرقت رفته مردم در بنیادهای تحت کنترل خامنه‌ای تأمین شود تا چند ماه به سر کار نروند، واقعی ترین راه حل بود که حتی در داخل رژیم نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. رهنمودها و مواضع خواهر مریم کما اینکه اطلاعیه‌های روزانه دبیرخانه و ارائه آمارهای واقعی از میزان مرگ و میر ناشی از کرونا و آشکار کردن هرچی بیشتر جنایت‌هایی را که رژیم در این رابطه مرتکب شده است، مردم ایران را به چاره‌جویی اصولی، یعنی رفتن به طرف تحقق امر سرنگونی نظام دعوت می‌کند. در خاتمه، در این لحظات حساس تاریخی که رژیم فاشیست مذهبی ولایت فقیه در آخرین مراحل سرنگونی است، یک بار دیگر متعهد می شوم که برای براندازی رژیم
و رسیدن به آزادی مردم وطنم، یار و یاور رهبران مقاومت خواهر مریم و برادر مسعود باشم. متشکرم. با تشکر از شما آقای دکتر جهانسوز، درود بر شما و تعهدات شما. چه خوب به شرایط دردناک مردم ایران اشاره کردید و وظیفه تک تک ما تو این دوران که بسیار مهمه. دست شما درد نکنه به خاطر همه فعالیت‌ها و تلاشاتون. از شما تشکر میکنم.